جواد همدانی همکارم از اسلام آباد همراه ما است. آماری که من اعلام کردم جواد دلیل است از منابع رسمی است، اما مطمئنم که منابعی که تو داری و آماری که تو داری که محلی هستند مسلما متفاوت خواهد بود. خب قبل از اینکه به آمار بپردازیم اشاره بکنم به این موضوع که با اینکه 1,400,000 نفر از طرف کمیسیون برگزاری انتخابات برای برگزاری این انتخابات مأمور شده بودند در سراسر کشور، هنوز هم بعد از 24 ساعت این کمیسیون موفق نشده که همه نتایج کرسی‌ها رو اعلام بکنه. معمولا در گذشته در عرض حد اکثر 12 ساعت نتایج ظاهر میشد و خیلی واضح در واقع مردم میدونستند که چه کسی برنده است، چه کسی چقدر در واقع سهم به دست آورده در مجلس ملی پاکستان، ولی این اتفاق تا این لحظه نیفتاده و این واکنش همه احزاب رو الان برانگیخته. تا این لحظه ما شاید این موضوع بودیم که حزب مسلم لیگ خیلی در این ارتباط حرف نمیزد، ولی حالا سخنگوی حزب مسلم لیگ عرفان صدیقی هم ابراز نگرانی کرد و به نظر میاد که تا دقایق دیگه یا نیم ساعت دیگه نواز شریف رهبر این حزب هم یک سخنرانی خواهد داشت. از آن سو رئوف حسن که این ایشون سخنگوی حزب تحریک انصاف است، ایشون ادعا کرده که ما پیشتاز هستیم در هم در ایالت پنجاب و هم در ایالت خیبر پختونخوا و هم در مرکز و در همه اینجا تشکیل حکومت میدیم و تقریبا ادعای مشابه رو حزب مسلم لیگ هم داره. آنها میگن که هم در ایالت پنجاب و هم در مرکز پیشتاز هستن. به هر حال هنوز هم نتایج آماری که من دارم 78 کرسی باقی مانده، 187 کرسی سرنوشت آن مشخص شده، تا حدود زیادی نمایندگان مستقل که بیشتر آنها مورد حمایت حزب جنبش انصاف هستند، آنها 79 کرسی را از آن خود کردند. حزب مسلم لیگ 56 کرسی و حزب مردم با 43 کرسی در واقع رتبه سوم قرار داره. همزمان زد و خوردها بین هواداران این احزاب هم گزارش داده شده. بعد از ظهر امروز در شانگله در شمال کشور بین هواداران حزب مسلم لیگ و همچنان حزب تحریک انصاف یک درگیری صورت گرفت و پلیس هم اومد دخالت کرد که متاسفانه در نتیجه این درگیری 2 نفر هم کشته شدند. وزیر کشور پاکستان به این موضوع هم پرداخت که نگرانی ها بسیار بالا بود، به همین خاطر یک سری تأخیرها و همچنان کوتاهی هم که صورت گرفته، ولی او سعی میکرد که توجیه کنه که در این شرایط بهتر از این به هر حال انتخابات رو نمیتونستن برگزار کنن. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد، خیلی ممنونم از توضیحات جواد. حتما در بخش‌های بعدی خبر با تو همراه خواهیم شد برای آخرین نتیجه.